سلام، امین هستم. در گذشته باور و اعتقاد من خب مسلمون بودم و خیلی هم سفت و محکم بودیم توی این قضیه، طوری که حتی مدعی هم میکردم تو مراسم های خیلی بزرگ و اینکه جای خیلی معروف میخوندم، تو مصلی های بزرگ، توی هیئت های بزرگ میخوندم. خب اولین بار اینطوری بود که خب همه ما مهاجرت کردیم، حالا میگه هر کسی یه کشور رفته، یعنی ما اومدیم یونان، اول یونان تو آتن. تو آتن اتفاقا ما می‌خواستیم بریم، یه روز با دوستم می‌خواستیم بریم بیرون، گفتم که خب بریم مونستراکی بشینیم با هم دیگه. خب من اونطوری بگم، بعد که اومده بودم و حالا من خودم زیاد بعدش یه خودی شل شده بودم توی اون اعتقاداتی که داشتم اومده بودم، بعد یه سری چیزای دیگه هم دارم گوشم زمزمه میشد بخاطر این قضايا، حالا اتفاقایی که افتاد تو هیئت ها، تو اتفاقایی که دیدین تو همه هیئت ها میفته، یکی میاد یه چیزی میگه، یه سری باورها رو از دست میدی. بعد که اومدم خارج، اومدم آتن، اینا خب خیلی کمتر شده بود، حالا اومده بودیم چیزای جدیدم دیده بودیم، خب اون چیزی که تو ذهن ما بود خیلی فرق میکرد با این چیزی که الان واقعیته. یه سری سوالات تو ذهنمون پیش اومد که خیلی چیزها رو از دست دادی بودیم، یعنی یه سری مثلا از اعتقاد 100% که شما داشتی، خب یه اتفاق افتاد که آره خیلی چیزها رو از دست داده بودیم. خلاصه آقا ما رفتیم نشستیم با این رفیق، گفتم آقا بیا بریم توی آتن، یه جایی هست به نام مونستراکی، جایی که حالا آکروپولیس هست و اونجا همه میرن و میشینن، حالا یکی مشروب میخوره، یکی آب میوه میخوره. این دوست ما گفت آقا ما که نداریم، تازه رفته بودیم، پولامون هم خورده بودم، اون اتفاقای ناجور که قاچاقچی ها سرمون در آورد، بیا میخوام یه جا ببره، بعد اونجا هم خوش میگذره، بعد نیست. گفتیم بریم، گویا یکم دراش دوره نسبت به این جایی که هستیم، یکم مسیرش دور. ما رو برداشت برد یه کلیسایی بود به نام کلیسای الینیکا که اتفاقا تازه هم تأسیس شده بود و تحت حمایت چرچ آف کراست تگزاس امریکا بود. ما رو بردن اونجا، حتی اینا رو نمیدونستن، اینا رو بهشون ما رو بردن اونجا. گفتم اینجا کجاست؟ و گفت این برادر دینو، این برادر دینو کیسن، و ما رو به اینا معرفی کرد و اونا خیلی خوش آمدید، خیلی گرم و صمیمی با ما برخورد کردن. و پس آقا استار زدیم دیگه، از اونجا استار زدیم و شروع کردیم صحبت های اینا رو گوش کردن دیگه. نه هفته بعد ما استقبال میکردن، هفته دو بار برنامه داشتن، میرفتیم میومدیم، خیلی هم خوش میگذشت اولش. ولی اعتقاد من هنوز اینطوری نشد که ما بگیم خب بیا آقا ما قبول کردیم، بیاین قوس بگیریم، حالا قوس تعمید بگیریم و شروع کنیم بشیم مسیحی. واقعیتش این بود که من اومدم ترای کنم، خب خیلی مثل خیلی پرنده های دیگه میمدن کارت فکر میخریدن، پاس فکر میخریدن، میپردن که بیان میخوام بیان آلمان. حالا این به خاطر این فکر ما کلی پول از دست دادیم، میرفتیم پیش قاچاقچی پول میخوابوندیم و اینکه حالا دو بار سه بار شما رو میزد یا میرفتی یا نمیرفتی دیگه، خلاصه اینطوری. بعد دست ما یه فکر کارت فکر دادن و ما پول خوابوندیم تو حسابشون و گفتن که بریم. ما اومدیم بریم فرودگاه آتن و رفتیم فرودگاه آتن. بعد خب ما نمیدونستم قضیه چیه، میگفت برو اصلا کار ندارن و اینا. خلاصه ما رفتیم تو گیت آخر، پلیس ما رو گرفت و ما رو انداختن تو بازداشتگاه به مدت دو ماه. ما رو بردن دادگاه و خلاصه به ما 18 ماه زندانی دادن با 4000 یورو جریمه. بعد اینا ما رو تو پلیس استیشن توی اتاق تقریبا 7-8 متری، جایی خیلی بعد نمور، خیلی بعد، اصلا نمیتونم براتون بگم چقدر اینجا افتضاح بود، حتی از شاید بازداشتگاه‌های خیلی از بازداشتگاه‌هایی که تو ایران ما دیده بودیم بدتر. خلاصه ما اونجا دو ماه نگرش، طوری که وقتی ما اومدیم بیرون، یعنی در این حد که رو بیناییمون تاثیر گذاشته بود دیگه، خودشون دکتر ما رو بردن و قطره گذاشتن ما، چون نور آفتاب ما رو خیلی اذیت می‌کرد. خلاصه تو اون بازداشتگاهی که ما بودیم، ما از این ائمه که بهشون معتقد بودیم و سالهای سال واسه شون خوندیم و زدیم سر سینمون،
خب خیلی خوب خواستم میگه سجده میکردم میخوندم اونجا تو اون کلیدور همه مال منو میشناختن، حالا اونا که معتقد بودم اسلام اونا هم که معتقد نبودن فهم کردم من دارم موزیک میخونم خوششون میاد. بعد خلاصه ما خیلی ازشون خواستم، گفتم آقا من یه اون براتون خوندم سر سینم زدم اینطوری صحبت میکردم، چرا چه خبری نیست، چرا ازتون خبری نمیشه، چرا آقا من اینطور نمیام بیرون، من که اصلا میدونم بیگناه بیگناه اینطور باید میرم، وقتی من به میای اروپا شما خودتون قانونشو میدونید، وقتی میای اروپا هر جا که شما رو بگیرن، حالا تو فرودگاه بگیرن، حالا هر جا که شما رو بگیرن، وقتی بگی آم ریفیوجی معقول اینه که شما رو بعدن ببرن کمپ، شما رو معرفی کنن دیگه، سازمان ملل یو ان اینا به شما به پرونده پناهندگی شما رسیدگی بشه، نه که بعدن ببرن تو بازداشت حکم به صادر بشه حکم زندان. خواستیم و نشد از این چیزایی که ما اعتقاد داشتیم، تا اینکه شد این دو ماه گذشت و گفتن که آقا بیاین بیرون ساکوت جمع کن و بیا بیرون. ما خوشحال که آقا ما میخوان آزاد کنن ما بریم. گفتم کجا داریم میریم، ما رو چرا میکنین توی سلولا، مگه ما جانیم، مگه ما آدم خاریم، چی شده که آقا ما داریم میکنین تو؟ خلاصه مثل این مافیا ما رو بردن توی این اتوبوسایی که توش باز تو اتوبوسا سلول سلول بود، توی اتوبوسا با گارد و با من گارد رو میشناسم، با گارد محافظتی و ما رو بردن. گفتم آقا ما دار کجا میبرین؟ گفت شما رو داریم میبرین جزیره کریتی زندان نیاپولی. گفتم آقا چرا؟ من اینجا درخواست پناهندگی دارم. خلاصه آقا بردن یه ماه و نیم ما رو تو زندان نیاپولی کریتی. ما همینطوری به اون اعتقادات که داشتیم دوباره سر همونا سوار بودیم و هی از اونا میخواستیم آقا ما رو ببری بیرون، ما اینجا اومدیم اروپا چیز دیگه میخواستیم. خلاصه آقا ما رو یه ماه و نیم اونجا نگه داشتن، بعد که فهمیدن که آقا ما مشکلی نداشتیم، یه فیک کارت فیک بوده مثل همه پرونده های دیگه، گفتن که آقا شما اضافه هم موندی، هم از جریمت هم از زندانی که داشتی، فقط باید این قانون جدید بیاد که شما رو ول کنیم. من همینجوری هر شب دانیایشم با همون اعتقادی که داشتم سر جاش بود و میخواستم، حالا ما میگفتیم همه عطا رو، حالا دیگه زیاد بودن از اینا میخواستیم، هیچ خبری نمیشد. تا اینکه ما رو اومدن آزاد کردن و ما رو بردن یه پلیس استیشن دیگه که ما رو آزاد کنن. تا ما اومدیم بریم ما رو آزاد کنن، اونجا اومدن با ما صحبت کردن، گفت خوخی شما از حکم شما تموم شده، از زندانم آزاد شدیم، بازداشتگاه دبل براتون حساب شد، خلاصه به حساب کتاب خودشون مواد آزاد میشد. بگو خب شما مدرکی ندارین که الان بخواییم بریم بیرون. گفتم یعنی چی آقا؟ یعنی شما دوباره میخواییم ما رو ببرید پلیس استیشن؟ دیگه منم دهنم وا کردم، هرچی انگلیفوش های انگلیسی بلد بودم همه رو گفتم دیگه، به کاپیتانشون و سرهنگشون و به هر کی که اونجا بود. به این اعتقاداتی هم که داشتم به تک تکشون هم همین حرفا رو زدم و فوشا رو دادم بهشون. بعد گفتم که آقا ما این همه گفتیم آره امام حسین نمیدونم آقا حسن امام رضا این همه، تو دلم همینطوری تو بازداشتگاه که به یارو داشتم فوش دادم، یارو داشت میرفت، گفتم بابا بگی نمیگی عیسی هم هست، آقا ما یه بارم به عیسی بگیم. آقا بهش گفتم که اگه راست میگی همینطوری دقیقا، گفتم اگه راست میگی که همه حرفایی که در مورد تو راست میگن، اینا مثلا به تو میگم تو فاصله کمتر از 10 ثانیه تو دلم اتفاق افتاده، گفتم اگه راست میگی ما را اینجا بیار بیرون الان، اگه راستی واقعا حقیقتی آقا ما که اونا چی گفتیم این چند ماه ما حکممون هم بیشتر کردن نگرم داشتن، حالا تو اگه راست میگی این هستی که واقعا همه دارن میگن اوکی ما این تو بیا بیرون. بعد تو کاپیتان هم رفت و ما هم هرچی خوشتیم انگار نه انگار ما به این راضی شدیم که آقا گفتیم خب یه ماهی میگه تو پلیس استیشن ما رو نگر میدارن، بعد دوباره ما درخواست پناهندگی میدیم، چون من تا موقع دو دفعه داده بودم، گفتم من دو دفعه اینجا درخواست پناهندگی دادم اصلا انگار نه انگارتون. خلاصه ما اومدیم نشستیم دیگه ناامید که آقا ما منتظر دوباره همون گارد ویژه که بهتون گفتم بودیم، چون اونایی که با من بودن من نمیدونستم اونا چه کارن، فقط من پناهنده بودم، حالا دزد و قاتل و قاچاقچی و همه چی بودم دیگه. من نشستم تو بازداشتگاه گفتم آقا چیکار کنم وقتی میبینم
هیچ اتفاقی نمیفته، بل اجبار دیگه نشستم تو بازداشتگاه ناامید، که گفتیم دیگه ما رو دوباره میارن پلیس استیشن دیگه، حالا چه بلایی سرم میاد دیگه، چقدر دیگه، چون اینا میتونستن تو ما رو بفرستن یه کمپ دیگه به نام مینیدی بود که اونجا ما رو میتونستن 18 ماه نگه دارن به قانون مسخره خودشون. دیگه نشستم اصلا دیگه خیلی حالم بد شده بود، این همه گذشته بود، جاهای بد دیده بودم، توقع ما از اروپا اومد اصلا چیز دیگه ای بود و این طرف هم مادرم نگران دیگه، هر روز حتی تو زندانم ما زنگ می‌زدم با مادرم صحبت می‌کردم، خیلی همه چی بد بود دیگه. ناامید نشستم، باز دوباره گفتم آقا پس تو هم علکی بودی. تا گفتم علکی بودی، دیدم اون کاپیتان اومد جلو گفت تو گفتی که دوباره تقاضا پناهندگی دادی. گفتم آره. بعد گفت که در واسه گفت بیا ببینم، این که تو نیستی، اسم توه، همه چی توه، ولی عکس تو نیست. گفتم یعنی چی؟ رفتم جلو دیدم یه پسر آلبانیه با ما همبند بود، دیدم که عکس اونو، گفتم آقا این از اشکال از پرسنل خودتون اشتباه کردید، به من ربطی نداره، اولش خود داغ کردم و اینا، بعد دیدم که نه دیگه راه داره، باز دوباره نرم شدم و یه خود دست پایین گرفتم و باهاش صحبت کردم. بعد دیدم که داره مینویسه و گفتم آقا چی شد، من الان چی شد، من با چیکار کنم؟ گفت بشین حالا. باز نشستم یه 5 دقیقه، باز دوباره ازش پرسیدم که آقا چی شد قضیه، چی شد، شما با کاپیتان صحبت؟ گفت آره با کاپیتان صحبت کردم، قبول کرد. گفتم حالا چیه؟ گفت چی اینا، این برگرد تو آزادی، فقط واسه ما نهار بیاریم تو بخوری بری. گفتم یعنی چی آزادم الان؟ گفت آره. زد برام 14 ماه شما مثل یه گویس فایس، شما یه مثل یه آیدی، ولی یه برگه که بود عکس همش بود. 14 ماه هم هیچ مقصر امکان نداشت، پرش یه هفته میدادن که شما بری خودت اونجا معرفی کنی اداره مهاجرت. 14 ماه مجوز اقامت توی آتن بهم دادن. بعد یه گفتم ما این همه کاشکی، من اونجوری گفتم کاشکی ما از اول که افتادیم تو پلیس استیشن همین اسم ایسا رو می آوردیم آقا، یه همه شهر نمی خواهیم. یه خنده کردیم و آقا اومدیم بیرون و گفتم نه آقا من نه قضاتون رو می خواهم، نه چیزهایی که برم، ما قضای شما رو چند ماه هم تو زندان تو پلیس استیشن خوردیم، مرسی. اومدم بیرون خلاصه بی پول و اینکه اصلا کرایه خودم نداشتم، حتی بیام تو اراگلو که تو جزیره کریتیه که بتونم اونجا برم وستلیونیان کنم. گشنم، خیلی گشنه، تو پارک نشسته بودم. بعد خب یونانیان وضعشون زیاد خوب نیست، اوضاع خوبی ندارن. یه دیدم دو تا برادر دوقل، ازشون سوال کردم، گفتم که اینجا وستلیونیان فقط همونه؟ یه دونه بود اونم قبول نمیکرد، بستم دیگه، ما هم هر کار کردیم بیدیم نمیشه نشسته. با اینا صحبت کردم، گفت اراغلو داره. گفتم میدونم ولی چجوری باید برم و فلان اینا. دیدن که خب، گفتم من زندان بودم و اینا. بعد نشستم اینا رو خدافظی کردم نشستم و بعد معلوم بود که سر وضعشون معلوم بود که اینا هم آدم های اوضاعشون اوکی نیست. دیدم رفتن گفت فیله، اونا به رفیق میگن فیله. بعد از یه رو 20 دقیقه اومدن و موتور گازی ها اومدن و دیدم یه عدسی داغ با یه هلوی بزرگ با یه انجیر بزرگ با نون داغ آوردم واسه. آقا من خیلی گشنم بودم، تشکر کردم و اینا رو خوردم و یکم با هم یه صحبت کردیم و گفت رفیق ما وضعمون خوب نیست، ولی این 10 یورو رو من دارم میتونم بهت بدم تو فردا بریس تا اراغلو. گفتم جدی؟ گفتم بلیط الان اتوبوس از اینجا تا اونجا چنده؟ گفت 5 یورو. تو میتونی 5 یورو یه بسته سیگار بگیری تو فردا اینجا باشی، ما یه نوشیدنی هم برات میاریم صبح اینجا. گفت چند ساعت دیگه؟ نزدیک صبح بود. گفت چند ساعت دیگه اتوبوس میاد که شما رو ببره. آقا ما همین کاری که اینا گفتن کرد، گرفتیم رسیدیم اراغلو و برامون پول زدن و سوار کشتی شدیم و رفتیم آتن و خیلی خوب بود اتفاقا. تغییره یه سری دستاویزای دینی، یه چیزهای معتقدی که اونا شما رو اذیت میکنه. اون دستاویزای دینی رو من دست دادم و اینکه ایمان آوردم به مسیح، این خودش یه آزادی به من داد، آزادی که تا حالا نداشتم، اصلا حسش هم نکرده بودم.
اینکه شما میتونید مستقیم از چیز مثل اونی که شما مثلا بیای یه عالمه واسطه و دلال و اون وسط بذاری که میخوای مثلا از فلان کمپانی خرید کنی، هم بعد گرونتر در میاد، همین که شما از دست چندم خرید کردی حالا با چه کیفیتی چه جوری معلوم نیست، ولی ما اینو از دست دادیم دیگه، مستقیم به خودش وصل شد. این بزرگترین اتفاقی بود که اگه مثلا خیلی احساس سبکی هم میکنه دیگه، اصلا احتیاجی نیست آقا بگین نمیدونم فلانی تو رو خدا، تو رو خدا یا تو رو به این، تو رو به اون، تو رو به اون، نه دیگه دیگه مستقیم میگه خدا اینو به من بده یا اینو اینو میخوام، راهنمایی میکن اینطوری میشینی دعا میکنی با خودش مستقیم، اینکه به خودش وصل میشه مستقیم خیلی خوبه. این بود رهایی آزادی.